دوستان سلام، من امروز میخوام در مورد سرورهای استوک موجود در بازار ایران صحبت بکنم. الان این روزا خب خیلی سرورهای استوک HPE، هیولت پکارد انترپرایز، دل، لنوو در بازار ایران الان موجودن که خب دوستان یه دونه سرور HPE DL360 P Generation 8 آوردن که من تست بکنم و من خب تصمیم گرفتم که در دو ویدیو در قسمت اول از نظر آپشنایی که در بازار ایران هست یا جهانی هست توضیحاتی بدم و در قسمت دوم بیام اینو تست بکنم و بگم که به چه شکلی باید اینو درست تست بکنید. خب ببینید، چرا اول اینه مد ایران اینجاست که در اونور آب الان این روزا وقتی که سرور از یه میزان عمرش بیشتر بشه از نظر مصرف انرژی، و دوم این که خب احتمال فیل ریتش یه مقدار بالا میره، یعنی اینکه ممکنه خب یهو سرور یه قسمتش خراب بشه و اونجا آپ تایم خیلی مهمه، و در نتیجه خب با توجه به اینکه هزینه نیروی انسانی هم زیاده یا تصمیم میگیرن که خب سرور رو ما بازنشسته میکنیم. بعد اینا با قیمت خیلی پایین میاد ایران که خب چون دلار هم که گرونه ما نمیتونیم که آخرین مدل ها رو بخریم، اینا خیلی برای ما به نظر جالب میاد. برای شخص من چرا؟ چون مثلا به فرض ممکن با نصف قیمت لپتاپ یه سروری بخریم که خیلی قدرت داره. و خب من الان در مورد این سرورها تفاوت نسل‌ها و آپشناش صحبت می‌کنم که حالا بیشتر من در مورد HPE صحبت می‌کنم چون بیشتر در بازار ایران HPE هستش. و خب ببینید الان آخریش نسل 10ه، از نسل 7 تا 10 در بازار ایران هست که 10 خب نوعه برند نیو هستن و خب نسل 6 هم خیلی دیگه قدیمیه، به ندرت هست. و ببینید مثلا نسل 7 و 8 از نظر رم هایی که میخوره DDR3 است که البته با DDR3 دسکتاپی فرق میکنه، اینا رم های ریجیسترد میخوره یا بعضی وقتا حتی ممکنه از نظر سوکتش هم متفاوت باشه، و نسل 9 و 10 رم های DDR4 میخوره. بعد باز مثلا به فرض بگم بهتون نسل 7 و 8 USB 2 دارن، نسل 9 و 10 USB 3 دارن. اگه بخواید مثلا USB 3 اضافه بکنید به نسل 7 و 8 بعد کارت PCIe جدا بذارید که حتی خیلی هم مهم نیست در مورد این سرورها. خب باز همینا مثلا میگم DL360P که این دوستان آوردن برای تست پیش من نسل 6ش بوده 7 8 9 10، الان اینی که آوردن پیش من 8ه. باز اون نسل 8 ممکنه آپشن های مختلفی داشته باشه که مثلا ممکنه این چیزی که من الان عکسش انداختم 8 هارد داره، ممکنه اصلا هارد نداشته باشه، یعنی یه دونه کارت استوریج برای استوریج جدا داشته باشه، کارت SAS اکسترنال با یه کابینت هارد اکسترنال انکلوشه، یا ممکنه مثلا یه کارت SAN داشته باشه، استوریج اریا نتورک. بعد دیگه مثلا میبینید این اینجا DVD نداره، اینه که داره. بعد باز مثلا اینو میبینید این 4 تا هارد لارج فرم فاکتور یا LFF میخوره، 4 تا هارد 3.5 اینچ که این باز مثلا ممکنه هاردها ساتا باشن یا هارد SAS باشن، سریال اتچد اسکازی، حالا جلوتر اینا رو توضیح میدم. همینا ممکنه مثلا این میبینید این 8 تا هارد SFF میخوره، اسمال فرم فاکتور، ممکنه یه مدل باشه که اینم نشته باشه 10 تا فرمه 10 تا هارد SFF بخوره. بعد خب ببینید در مورد یونیت من توضیح بدم، این کیس ها رک مانتبل هن، رک های استاندارد مخابراتی که حالا خودش یه بحثیه تو ویکی‌پدیا میتونید بخونید، یه طول و عرض و ارتفاع مشخصی دارن و اینا رو به یونیت تقسیم میکنن. شما دیتا سنتری که میرید مثلا میگن سرور چند یونیته، یا سویچه که میخوای اینجا بذاری چند یونیته، و بذاری یونیت از شما پول میگیرن برای کولوکیشن که میخوایم برین، یعنی بابت یه سرور دو یونیت ماهی دو برابر از شما پول میگیرن تا یه سرور یه یونیت. این الان DL380P که دو یونیت هستش، حدودا مثلا الان حدودشو میگم دیگه دقیق نمیخوایم به خاطر بسپاریم، کمتر از نیم متر عرض و حدود مثلا کمتر از مثلا 70-80 سانت هم عمق دارن. ارتفاع هم حدودا من اگه بخوام این چیه دقیقش رو من نمیدونم، یه چیزی ولاشه مثلا
4.5 سانت. به این چش دقیقا من حفظ نیستم. بعد این یه DLC 180 دیگه است، باز میبینید همون DLC 180 P جنریشن 8 که این یه دونه 16 تا هارد میخوره و خب یعنی هم از نظر تری ها هم از نظر کنترلر فرق داره، قوی تر نسبت به اون یکی. بعد این یکی من تو بازار زیاد میبینم DL 380 پی با 12 تا هارد لارج فرم فاکتور، برای کسی که دنبال استوریج سولوشنن، نمیخوان چیز، میخوان استوریج ارزان با ظرفیت بالا داشته باشن، هارد مکانیکی 3.5 اینچ پر ظرفیت مثلا این یه سولوشن خوبه. ولی خب اگه مثلا استوریج SSD مثلا زیاد بخواین یه همچین چیزی خوبه، اگه استوریج کم بخواین این خوبه. بعضی وقتا شما دنبال پروسس پاور بالایید، بعضی وقتا دنبال سرعت بالای استوریجید، بعضی وقتا دنبال ظرفیت بالایید. اینا همه آپشن های مختلفی که میخواین باید دقت کنید برای سفارشتون. از نظر ظاهری ممکنه جنریشن مختلف با هم فرق کنه. این جنریشن 9 DLC 180 که میبینید که هاردا به صورت عمودی شده، اینا هاردا کلن با این کدیش با هم فروخته میشه نوش و خب بین برندها به هم نمیخوره، مثلا دل و اچ پی به هم نمیخوره، ممکنه مدل مختلف نخوره. الان اکثرا از جنریشن 8 تا 10 فکر کنم که اینا همه اچ پی یا به هم میخوره، فقط همون 2.5 و 3.5 اینچ داره دیگه، LFF و SFF. خب در مورد دیسکای و هارد دیسکای سرور، خب ببینید اینا آپشن های مختلف داریم، میتونه ساتا باشه شبیه چیزی که دقیقا تو کامپیوتر دارید، یا میتونه ساس باشه، سریال اتچ اسکازی، اغلب RPM اینا تعداد دور در دقیقه، میتونه برابر یا بیشتر از هاردای دسکتاپ باشه، یعنی 7200 و 10000 و 15000 خیلی داغ‌تر میشن. واسه همین این سرورها فنای زیادی دارن و موقعی که روشنشون میکنی صدای خیلی وحشتناکی هم میده، انگار که هواپیما داره پرواز میکنه. بعد که مدت گذشت دوباره سرعت فنا میاد پایین، من اینکه دوباره شما خیلی ازش کار بکشید گرم بشه. بعد باز SSD هاشون هم فرق میکنه، SSD های یه دونه لپتاپ ممکنه مثلا به فرض شما دارم میگم SSD TLC باشه، تریپل لاجیک سل پر، یعنی به توی هر کدوم از سلولای ناند TLC 3 تا به اصطلاح بیت ذخیره میشه، QLC باشه، کواد باشه 4 تا، MLC باشه 2 تا، سرور SSD سرور ممکنه SLC باشه، یعنی یه بیت به ازای هر سلول، و این عمر به خصوص نوشتنشون خیلی میتونه زیاد بکنه، واسه همین به ازای گیگابایت گرونتره. بعدم میتونه باز SAS باشه، ساتا باشه، و یا حتی میتونه PCIe باشه که خب این فکر کنم فقط به جنریشن های 10 بخوره. خب ببینید کدی اینها هم هست، جدا میتونید هارد معمولی هم اگه دارید این کدی ها رو بخرید، یه پلاستیک ساده و یه تیک فلز نیستا، این پشتش کانکتور داره، یه چیپ اینجا داره، یه تعداد LED داره، وضعیت این LED ها مشخص کننده وضعیت هارده. اگر مثلا حالا جلوتر باز هست من توضیح میدم، میتونید هارد معمولی رو بگیرید و پیچ کنید و بذارید اونجا. از پشت اینا رو که نگاه میکنیم یه هارد ساتا، این جدا هستن کانکتور دیتا و پاورش، ولی ساس اینا به هم چسبیده است و ممکنه از نظر سیگنال هایی که اینجا هستش هم باز سیگنال های جدایی هم ما در مورد هارد ساس داشته باشیم. واسه همین یه هارد ساس رو نمیتونید توی یه دونه دسکتاپ یا لپتاپ بذارید، بالعکسش میشه، ولی اینجوری که هارد سرور رو شما توی کامپیوتر معمولی بذارید صادق نیست. و خب در مورد چراغا هاردا داشتم توضیح میدادم. ببینید موقعی که ما میایم این هاردا رو میذاریم، این هاردا تک تک توسط سیستم عامل شناخته نمیشه، کنترلر این هاردا تو سرور کنترلر رید اغلب، یعنی که به شما اجازه میده که مثلا اگر 8 هارد داشته باشین بیان رید 5 داشته باشین ردوندانسی، یعنی 8 مثلا 8 هارد 1 ترابایت دارید 7 ترابایت به دست به معنی هارد 7 ترابایت سیستم عامل میبینه. بعد اگه یکی از این هاردا خراب بشه، چون یکیش به صورت پریتی عمل میکنه دیتاتون نمیپره، اون چراغ این هارد موقعی که نزدیک خراب بودن باشه زرد میشه، بعد موقعی که کامل خراب بشه قرمز میشه، بعد شما مثلا میتونید اون یه دونه هارد عوض بکنید، دیتا رو ریبیلد میکنه
از روی هاردهای دیگه، به این ترتیب دیتاتون نمیپره. خود بحث رید بحث طولانیه، من توی این ویدیو توضیح نمیدم دیگه. یه چراغ خوب پاور داره که باز این سرورها دو تا پاور دارن که من جدا توضیح میدم چرا. یه دونه چراغ کارت شبکه داره، حالا سرور یه یونیت این فقط یه دونه داره، ولی اینا چندین تا ممکنه پورت شبکه داشته باشن که من توضیح میدم چرا. بعد این چراغ و دکمه پاور، این یه چراغ به اسم یونیت ایدنتیفایر یو آی دی، یه چراغ آبی، اینو میزنید این روشن میشه جلو، پشتش هم معادله چراغ آبی دیگه روشن میشه، بالعکس همون هم میتونید فشار بدین که این جلوی روشن میشه یا خاموش میشه. که این کاربردش اینجاست که شما تو محیط دیتا سنتر یه سرور مثلا میخواید برق بکشید، از جلو میدونید کدومه، اینو میزنید از پشت روشن میشه، میرید از پشت برقشو میکشید، اشتباهی سرور اشتباهی رو نمیکشید. از جلو پورت یو اس بی داره برای کیبورد ماوس بخواید بزنید. حالا سرورهای تک یونیت ممکنه دیسپلی پورت داشته باشن، سرورهای چند یونیت ممکنه مثلا وی جی ای داشته باشن، قدیمی ها به خصوص. یه سرورهایی هستن که بهشون میگن بلید سرور، یه جور شبیه چی بگم بهتون، یه جور چیزه به اصطلاح کانتینر بزرگ، چندین تا سرور توی یه دونه کابینت میخوره. آره، این چیزی که اینجا میبینید اینو فشار میدید میاد جلوی آیدنتیفایر، استاتوس سخت افزار مختلف رو نشون میده. حالا عکسش جلوتر من گشتم، اینو میبینید، این یه چیزی که شما میتونید با ناخون بگیرید بیارید بیرون روش یوزرنیم پسوردی که من جلوتر توضیح میدم. خب بریم جلو، این تموم شد. از پشت ببینید این سرورا دو تا پاور که داره، تو دیتا سنترهای لول 3 و 4 ممکنه پاورایی از منابع مختلف داشته باشن، یعنی پاور یعنی منبع برق، یکیش از برق شهری باشه، یکیش از جنراتور باشه، یا مثلا ممکنه دو تا یو پی اس جدا از هم داشته باشن که اگه یکیش خراب شد سرور شما خاموش نشه، برق یکی قطع شد و خود پاور هم باز اگه یکی خراب شد خاموش نشه. سرور رو میخرید دقت کنید تک پاور دارید میخرید یا دو پاور. بعد کارت شبکه مثلا آپشن مختلف دقت کنید داشته باشه، اگه نداشته باشه بهش احتیاج دارید. این یکی 4 تا پورت گیگابیت داره، ممکنه مثلا سرور که پیشم آوردن سرور دو پورت 10 گیگابیت اس اف پیه، حالا در مورد اون اصلا خودش ویدیوس جدا توضیح میدیم. کارت های پی سی آی ای میتونه بخوره، کارت فول لنت مثل کارت های معمولی یا هاف لنت که مثلا برای اضافه کردن یو اس بی 3 به سرورهای جنریشن 7 و 8. اینجا خب یه سری یو اس بی دیگه هست مثلا برای زدن کیبورد و ماوس و فلش و حالا هرچی. و اینو میبینید این کارت گرافیک کانکتور سریال و این یه پورت شبکه است که بهش میگن آیلو. HP بهش میگه آیلو، مخفف Insight Light Out اگه اشتباه نکنم هست. که کاربرد اینا اینجاست که قبلا کارت گرافیک ها جدا بود، کارت کانکتور کارت شبکه هم جدا بود. خب اینو میتونید بزنید و با کیبورد و مانیتور مدیریت کنید سرورتون رو دیگه. ولی خب این یکی رو میبینید توی ما محیط دیتا سنتری یه سری سویچ مثلا سویچ سیسکو یا میکروتیک اصلا خب مانیتور رو نمیشه بهش بس کرد، با این میزنن دسترسی کنسول میگیرن تکست خالی. و خب در مورد اینم هست، ندیدم کسی تا حالا با کنسول بخواد سرور رو کانفیگ کنه. آیلو یه کاربرد عجیب و غریب دیگه داره. آیلو اصلا یه کامپیوتر جداست از کل سرور، یه به صورت وب بیس، رابطه وب بیس داره، حتی رابطه تکست بیس هم داره. حالا وب بیس شما میتونید سرور رو شات داون کنید، ریستارت کنید، میتونید که دسترسی KVM داشته باشین، کیبورد، ویدیو، ماوس، انگار که مانیتور راه دور ببینید. بعد حتی میتونید یه ایزو به صورت فایل ایزو رو بهش بدین از راه دور سیستم عامل نصب کنید. واسه همین این از نظر امنیتی خیلی تو محیط دیتا سنتر مهمه که اینو میان جداگانه و ویلن و سویچ های جدا که فقط تو محیط دیتا سنتر بهش دسترسی هستش وصل میکنن. خب اینو مد نظر قرار داشته باشین. اون چیزی که من گفتم جلو هستش برای دیدن استاتوس سرورم که اینجا هستش، میتونید وضعیت پاورها و کارتای شبکه و وضعیت اوور تمپریچر گرم شدن سرور رو، امپ استاتوس فکر کنم میزنه مصرف انرژی الکتریسیته بالا، پاور کپ، حالا نمیدونم فرقش چیه، اینا رو باید بخونم، وضعیت سی پی یو ها، فنا،
رما اینا رو ببینید. اون پلاستیکه بود که جلو بود گفتم که یه یوزرنیم پسورد، یوزرنیم پسورد آیلوه. اگر دیتا سنتر شما حفاظت فیزیکی نداره، باید برید این یوزرنیم پسورد دیفالت رو تغییر بدین. پیش فرضاً با DHCP IP میگیره، IP دستی هم بدید. این کار رو باید انجام بدید، یا حالا مثلا کلن آیلو رو دیسیبل کنید اگه لازم بود. خب، و در سرور رو که واز بکنید، نگاه میکنید ببینید که فنا همش هست نیست، بعضی جا ممکنه تعداد نباشه، بخوان آپشن ازتون پول بگیرن. میبینید که خب این از جلو میاد، بستگی به اینکه چند تا هارد باشه چندین تا کاب میاد و به این ساس کنترلر، استوریج کنترلر اصلی واسه میشه که یه رم جدا برای کش رید و رایت داره، یه باتری هم داره، نمیدونم باتریش اینجاست کجاست، که اگه یهو برق اصلی سرور بره دیتاتون از بین نره. دقت بکنید که موقعی که سرور میگیرید سینگل سی پی یو یا دوال سی پی یو هستش، حالا اینو دقت باید بکنید. بعضی وقتا سینگل سی پی یو اصلا سوکت دوم سی پی یو لحیم نشده و رمای مربوطه بهش، اسلات های رم زیادی دارن. این مثلا مدل 24 تا اسلات رم داره، فکر کنم 768 گیگ رم بشه روش گذاشت. خب ولی دقت بکنید که با توجه به اینکه رمای ظرفیت بالا گرونن، و از یه طرف دیگه اونورم اکثر سرورهای این مدلی که هنوز در کار هستن و پر کردن رماشو، رمای ظرفیت پایینشو میفرستن دستو میاد کشورهای مثل کشور ما، واسه همین میتونیم بخریم. مسافری هم میاد، خیلی راحت میتونید رمای سرورتون رو پر کنید اگه بخواید. و خب حالا دقت بکنیم که اینجا یه دونه SD کارت داریم و USB که بگم من کاربردش چیه. این سرور رو اغلب یه سیستم عامل معمولی روش نمیریزن. شما حتی اگه بخواییم VM هم روی این داشته باشین، توی حالت معمولی میاد یه سیستم عامل مثلا فرض کنید ویندوز که داریم یا لینوکس که میریزیم، بعد میان روش یه دونه VMware Workstation یا مثلا Virtual Box میریزید و توش VMاتون رو میریزید. اینجا اینجوری نیست، اینجا اون هایپر ویزوره برمتاله، خودش سیستم عامله. بعد میان روی فلش یا روی میکرو اس بی، اغلب فلش، میان یه سیستم عاملی مثل VMware ESXi میریزن، یا مثلا یه چیزی به اسم پراکسموکس میریزن که یه دونه دیستروی دبیان بیسته برای همین کاره، که بعد با یه رابط وب مثلا شما بهش دسترسی دارید، VMاتون رو تعریف میکنید، هر کدومشون چقدر از این استوریج هارد رو بهش میدین، چقدر رم میدین، چند تا کور میدین. مثلا این مدلی که پیش من آوردم فکر کنم که 12 تا کور 24 تا ترد هست، و بعد هر کدومشون لازم باشه به کدوم کارت شبکه وصل کنید، یا ویرچوال سویچ تعریف میکنید، اینا رو به هم به شکل مختلف وصل میکنید از تو خود هایپر ویزور. بعد اینجا یه پورت ساتای که اینو اگر درایو اپتیک داشته باشه میاد با یه کاب به این وصل میشه، این عکسی که من گذاشتم نداره. آیلو که گفتم خودش یه دونه قسمت سی پی یو جدا داره اینجاست. کارت شبکه‌ای که من گفتم اون پایین هستش اینجاست. این الان مثل اینکه ظاهرا 4 تا گیگابیت اینترنته و دیگه همین. حالا من برم سراغ ویدیو بعدی، فعلا موفق باشید.